أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأراضين أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ونصلي ونسلم على عبده ورسوله السراج المنير رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا للناس أجمعين وعلى آله وأصحابه وخلفائه والأئمة المعصومين الذين هم كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والهجج على أهل الدنيا وعلى المهدي بالحق اللهم صل على الحاكم بالكتاب الهابس نفسه على ذات الله آخر خليفته وحجته على عباده اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أعوانه وأنصاره. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله. خداوند علی علا را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه عزیزان، شرکت کنندگان، خواهران و برادران را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. تقوایی که برای سعادت و خوشبختی هر انسان تکیه کردن و حفظ کردن و به دست آوردن آن یک ضرورت و یک نیاز جدی است. امیر بیان امام سفید رویان علیه افضل صلوات المسلین فرمودن مردم اوصیکم بتقوى الله، شما را به تقوای الهی سفارش میکنم، به پروا داشتن از خداوند یادآور میشوم که آن توشه است و پناهگاه، هم توشه انسان است، زاد انسان است، خرج سفر انسان است و هم پناهگاه انسان است. معمولاً برای رسیدن به سفر به خرجی و هزینه نیاز داریم. آقا فرمودن توشه است رساننده، انسان را به سرمنزل مقصود می رساند و سرمنزلی است و پناهگاهی است انسان را از همه خطرات می رهاند، خطرات را از انسان دور می کند، پناهگاهی است رهاننده. امید است هممان به این سفارش خداوند انبیا و اولیای الهی بیش از پیش توجه کنیم. در خطبه اول بحث زندگی و آثار زندگی را که در هفته گذشته با استفاده از قرآن و رهنمایی قرآن آغاز کردیم، با دو سه تا موضوع کوتاه اما مبتلا به و سرنوشت ساز ادامه می دهیم. در خطبه دوم مناسبت ها فراوان است،
جمعه آخر ماه شعبان در آستانه ماه رمضان قرار داریم و همینطور در آستانه سال جدید سال 1402 قرار داریم. از جمله موضوعات مسائل امنیتی و اجتماعی است که و اونها هم باید بپردازیم انشاءالله. خداوند لطف بکنه من و همه این موضوعات بپردازم در 44مین سالگرد شهادت پرچمدار بزرگ این سرزمین در بخش مسائل اعتقادی و اجتماعی، عالم فرزانه و ارزشمند کشورمان، بنیانگذار این مرکز و مراکز متعدد، مرحوم شهید شیخ سلطان ترکستانی رضوان الله تعالی علیه قرار داریم. انشاءالله مطالب را در این موضوعات در خطبه دوم خدمت همه شما مهمانان خداوند تقدیم میکنم. اما بحث خطبه اول، در هفته گذشته این بحث را مطرح کردیم و آغاز کردیم. خداوند میفرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای کسانی که به یک حقیقت برتر و عالم و جهان بالاتر از اون جهانی که ادعای او را درک میکنن معتقد شدین، برای انسان مقامی والاتر باور دارین، اجابت کنید. استجیب لله و للرسول، حرف خدا و پیامبر را قبول کنید، آنگاه که میخواهد شما را زنده نماید. عرض شد که زندگی یک راز است، سر است. ما باید آثار زندگی را در جامعه مان پیدا کنیم و الا بعض وقتا انسان غذا میخوره، حرف میزنه، راه میره، مکان اشغال میکنه، فضا را اشغال میکنه، اما مرده است. این بحث در آیات، در روایات فراوان مطرح است. خدا و پیغمبر میفرماید تو نمیتوانی مرده را به گوشش حرف داخل بکنی. اینک لا تسمع الموتا. آدمی که مرده است تو نمیتوانی به گوش او حرف را وارد کنی. ما باید آثار زندگی را در جامعه پیدا بکنیم تا رمز زنده ماندن و حیات و پویایی و شکوفایی و عزت را در زندگی و در اجتماع امان پیدا کنیم. به همین دلیل است که اگر جامعه به اصول، به رموز، به قواعد حیات اجتماعی عمل نکند، اون جامعه جامعه مرده است. اگر در یک جامعه عدالت در زندگی و در جامعه و در حکومت و در روابط مورد توجه و دقت نبود، این جامعه، بخشی از این جامعه در حقیقت حیات نداره. در جامعه که آزادی به معنای واقعی ارج نهاده نشود، احترام نشود، انسان نتواند حرف حق را بگوید، حق را به صاحب حق برساند، این جامعه جامعه زنده نیست. در جامعه که تعصب حکومت می کند، تاری و تیرگی در زندگی و در فضا و در محیط جامعه همه را تحت تأثیر قرار داده است، این جامعه جامعه زنده نیست. جامعه که بهداشت ندارد، بهداشت فیزیکی، بهداشت روانی ندارد، این جامعه جامعه زنده نیست. مرددلانن بر روی زمین، بهر چه با مرده شویم هم نشین. همدمی مرده دهد مردگی، صحبت افسرده دل
افسردگی. زیاد فرصت نیست من این بحث را به تحلیل دنبال کنم. یکی از آثار زندگی در جوامع که نیاز جدی همه انسانها، همه مردم، همه کشورها، همه خلاصه انسانهای زنده است، فضاهای دوست داشتنی، فضاهای معطر، فضاهایی که انسان، خانواده انسان، افراد جامعه بروند از اون فضاها استفاده کنند، فضای سبز، آب گوارا، راه و در واقع مسیرهایی که انسان بتواند به راحتی در اونجا رفت و آمد کند، عبور و مرور کند، مراتع، اینها لازمه حیات اجتماعی است. ما باید به عنوان یک جامعه، هم خودمان، هم خانواده هامان، هم حاکمیت، مسئولین به این مقوله توجه کنند. به اندازه این مسئله فضای سالم، آب و هوا و دوری و در واقع مبارزه کردن با آلودگی ها به قدر مهم است که اختصاص به شخص نداره. تمام افراد در این سرمایه و در این در واقع زمینه حیات سهم دارن. پیغمبر بزرگوار اسلام فرمودن ما در کنار مباحث اعتقادی، دینی، نماز، عبادت، به اینا هم نیاز داریم. فرمودن این قامت ساعه، اگر به شما خبر رسید، ساعت در قرآن یعنی روز قیامت، اقتربت ساعه، قیامت نزدیک است، و انشق القمر، پیغمبر فرمود اگر به شما گزارش شد که مردم روز قیامت آغاز شده، اما به دست کسی و فی ید احدکم الفسیله، به دست یکی از شماها نهالی بود که او را میخواستین کشت کنین، بکارین، فرمود فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ السَّاعَةَ حَتَّى يَغْرِسَهَا، یه کار بکن ولو در لحظه آغاز قیامت هستی، باز این درخت رو بشان، فضا رو معطر کن، فضا رو زیبا کن، فَلْيَغْرِسْهَا. امروز ما نیاز داریم به این مقوله. کشور ما متاسفانه به دلیل مدیریت ضعیف، مدیریت های کوته نظر، پیش پابین، خیلی آسیب دیده. هم مدیریت های ضعیف و هم دشمنان و همسایه هایی که منافع ما را همیشه برای بهتر زندگی کردن خودشان مد نظر داشتن. امروز ما در یک فرا سوی نامعلوم در جهت محیط زیستمان قرار داریم و می طلبد شخصیت ها، مسئولین، بزرگان در این مقوله جدی کار کنند. دین را خشک و یک جانبه معرفی نکنند. یک وسیله اگر لوازم نداشته باشد نمی تواند به سرعت حرکت کند. هواپیما خیلی نیاز داره، تنها با سوخت و بنزین نمیشه بپره و پرواز کنه. همینطور وسایل دیگه. دینداری لازمش این است که به همه ابعاد زندگی توجه داشته باشیم. پیغمبر اسلام فرمودن من از دنیای شما سه چیز دوست دارم. حب و الی من دنیاکم، از دنیای شما سه چیز خیلی به دل من جا داره و مورد توجه من است. النساء، زنها را دوست دارم. در جامعه ای که به زن با چشم دیگری دیده می شود، تحقیر می شود، این جامعه جامعه زنده نیست. اسلام، قرآن، روش انبیا، یکی از
ویژگی هایش توجه به زن است. حتی پیغمبر فرمود زن را جز انسان پست نمی آزارد. فرمود از دنیای شما سه چیز خیلی مورد تکریم و حرمت من است، محبت من است: النساء و طیب، بوی خوش، و جعل قرة عینی فی الصلاة، سومیش نمازه. به اندازه مسائل بهداشت و فضای سبز مهم است که پیغمبر فرمود اگر به اهل بهشت اجازه تجارت داده می شد، بهشتی ها که نیاز به تجارت ندارن، اگر اجازه تجارت داده می شد بهشتی ها در دو موضوع تجارت می کردن: یکی در تجارت پارچه، دو در تجارت عطر می پرداختن. ما نیاز به لباس داریم، لباس زیبا یکی از الطاف الهی است، عطر و بوی خوش که شامه انسان را می نوازد و باعث اندیشه و تفکر بهتر انسان می شود. شما در یک فضای معطر وقتی وارد می شوید خیلی اندیشه و تفکر انسان عوض می شود. علی کل حال یکی از آثار زندگی، از رموز زندگی این است. این مسئله را مطرح کردم، مسئله مهمتر و بنیادیتر را درباره حیات و آثار حیات مطرح کنم. دومین مسئله ای را که در خطبه اول عرض میکنم درباره حیات، مسئله توجه به فرزندان است. اسلام با عنوان یکی از ادیان آسمانی و در واقع کاملترین دین، توجه بسیار عمیق داره به محبت به اولاد. میدانین ما همه سرمایه هامون یک طرف، فرزندانمون یک طرف، خانه و پول و زمین و همه داراییمون یک طرف، همه اینها سرمایه است، محترم است، اما همه اینها به کنار و سرمایه فرزند و اولاد و خانواده به یک طرف، اینها مهمتر است. اگر خدای نخواسته ما در شرایط قرار بگیریم که به فرزندانمان بی توجهی شود، همه زندگی ما در خطر است. چرا؟ چون ما اگر فرزندی نداشته باشیم، آماده، مؤدب، صالح، متخصص، توانمند، دیگه زمین ما، خانه ما، پول ما، تجارت خانه ما بی صاحب است. اینه باید همه بفهمن، باید در تربیت نسل ها و فرزندان توجه کنن. بسیار در اسلام سفارش شده که به فرزندانتان بی مهری نکنین، بسیار محبت کنین. حتی تاریخ می نویسه، پیغمبر می فرمود وقتی خدا به شما لطف میکنه، فرزند میدهد، فرزندانتان را تا جایی که ممکن است مورد محبت و تکریم قرار بدین. کسی آمد خدمت پیغمبر، پیغمبر بچه های کوچیکه میبوسید، گفت که من 10 فرزند خدا به من داد، بزرگ کردم، یکیشانه نبوسیدم. حضرت یک نگاهی کرد، فرمود چقدر بیرحمی، مگه میشه انسان فرزند داشته باشه و او را نبوسه؟ در بعضی از تاریخ ها داره پیغمبر وقتی او حرکت کرد فرمود که گمانم این آدم اهل بهشت نباشه. خیلی پیامبر بزرگوار اسلام در این موضوع سفارش کردن. یکی از سفارشات پیغمبر این است که بین فرزندانتان تبعیض قائل نشوین، فرزندانتان رو به یک چشم ببینین. حضرت فرمود علاوه بر درس، علاوه بر آموزش، خواندن و نوشتن و یاد گرفتن متخصص، تخصصهای مختلف، ما نیاز به پزشک داریم، به مهندس داریم، ما به فضا نورد داریم، فردا
آسمان یک کشور کی باید حفاظت کنه؟ آیا همه عمر باید ما پیلوت کرایی بیاریم؟ همیشه باید سکاندار حرکت صنعت ما بیگانه باشد؟ اینها که راه عزت نیست، فردا اینا را باید کی مدیریت بکنه؟ حضرت فرمود که به فرزندانتان تخصص یاد بدین، و در ادامه فرمود که تبعیض بین فرزندان قائل نشوین. حتی سفارش کرد اگر قرار است فرزندی را بر فرزندی برتری بدهید، در بعضی از امور حضرت فرمود دختران را بر پسرها برتری بدهید. اما متاسفانه ما امروز شاهد عکس ماجرا هستیم. این علامت این است که ما به آثار حیات که خدا می فرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم، حرف خدا و پیغمبر قبول کنین، استجیب و بپذیرین. چرا؟ چون شما را به سمت زندگی می کشاند، کمتر توجه شده. امیدواریم که همه که می گویم یعنی کسانی که در اداره کشور سهم بیشتر دارن، علما، اهل فتاوا، خطبا، اونهایی که در جامعه حرفشان منتشر میشه، خبرگزاری ها حرف اونا را پخش میکنه، جرائد حرف اونا را پخش میکنه، تصمیم میگیرن، اینها توجه کنن. اینها هم فرزندان همه سرزمینن، اینها هم اولاد این سرزمینن، دلشان میسوزه و باید بسوزه. در یک تعامل، در یک اخلاص، در یک برادری و اخوت به معنای حقیقی بیاییم، آثار زندگی را در کشورمان بالا ببریم، رمزهای باقی ماندن و عزیز شدن و قوی شدن را پیدا کنیم. نکته آخری را که درباره فرزندداری، مخصوصا درباره احترام به دختران عرض میکنم، پیامبر فرمود من دخل السوق، کسی که بازار میره، فشترا تحفتن، هدیه ای میخره، حملها الی ایاله، که میاره به خانوادهش این هدایا را میرسانه، کان که حامل صدقت، مثل آن است که خدمتی داره به نیازمندان انجام میدهد، الی قوم مهاوج، فرمود وقتی از بیرون برمیگردیم وليبدا بالاناس قبل الذكور، برین سراغ دختراتان، دخترها را قبل از پسرها تکریم میکنین. اما امروز متاسفانه نزدیک 850 هزار دختر سرزمین از مکتب محروم است. جای بسیار تأسف است. غیر مسلمان ها می آیند به جوامع اسلامی، به کشور اسلامی، پیشنهاد میکنن، میگن دختراتان مکتب بفرستین، ما شما را به رسمیت میشناسیم، ما به شما کمک میکنیم. آیا شایسته ای جامعه اسلامی است؟ اگر بگیم محیط مکتب و دانشگاه ما آلوده است، چرا آلوده باشه؟ بیایم مدیریت کنیم، مکتبها را امن کنیم، دانشگاه ها را امن کنیم. به خاطر این که دانشگاه مسائل امنیتی نداره، امنیت اخلاقی، امنیت اعتقادی، مثلا ما بیاییم از اصل دانشگاه صرف نظر کنیم، از اصل مکتب صرف نظر کنیم، آیا این آثار حیات است؟ من امیدوارم، چون وظیفه می دانم، دلسوزانه به همه دستندرکاران این امور پیشنهاد می کنم هر لحظه ای که ما تصمیم بگیریم، عزم
و جزم پیدا کنیم، یک گام جلوترین، این مسائل حل کنیم، این مسائل مدیریت کنیم. شایسته کشورهای اسلامی به یک کشور سربلند و آزاد با تاریخ کهن و با طول عزت در تاریخ که پشت سر گذاشته نیست که این چنین به مردمش، مخصوصاً به زنانش و به دخترانش که مادران فردا و بازوهای ستبر و یاور ما هستند، بی توجهی شود. در کنار پیامبر، همسران پیامبر خدیجه بود، عایشه بود، در کنار علی زهرا بود و در کنار حسین زینب قهرمان بود که این جامعه را این گونه بالا برد. بیاییم آینده نگر و جامعه نگر باشیم. خدایا ما را بیش از پیش با قرآن، با دستورات قرآن آشنا بگردان. امنیت و عزت کشور ما بیش از پیش تأمین بگردان. دلسوزانی به این سرزمین و جا به جوامع اسلامی بیش از پیش مورد لطف و عنایتت قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علی امیر المؤمنین وعلى الصدیقة الطاهرة وعلى الحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد و موسى بن جعفر و علی ابن موسى و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح. ائمة المؤمنین، بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را بر رعایت تقوا فروا پیشه کردن سفارش میکنم. نماز جمعه که با عظمت و با عزت در قرآن معرفی شده و در روایات به حج فقرا معرفی شده، در حدی که اگر کسی بدون عذر سه تا جمعه در این مراسم شرکت نکنه، در حد نفاق و منافق سقوط میکنه، در کنار این همه ثواب و این همه برکات، این نماز مسئولیت های سنگین و خطیر و بزرگی را به عهده دارد که در رأس همه این امور تأمین منافع جوامع اسلامی و کشورهاست. توده ها و نسل ها رو باید از این جایگاه و از این آدرس همدل کنیم، هم فکر کنیم، هم عقیده کنیم و ید واحد و قدرتمند کنیم، نه تنها در یک شهر که چندین نماز جمعه در همین شهرها بر اساس اعتقادمان برگزار می شود، باید همه نمازهای جمعه بازوان هم دیگر باشند، بلکه در سطح کشور، بلکه در سطح جهان اسلام. هدف این است. یک قرآن سوره دارد به نام جمعه و در اون سوره همه مسلمان ها را دعوت می کند برای حضور در ذکر عظیم، یعنی نماز جمعه. نماز جمعه باید مرکز همدلی جهان اسلام باشد.
ما از تریبون و از آدرس نماز جمعه با جامعیت اسلام حرف میزنیم، منافع همه اسلام و همه مسلمین در نظر میگیریم. تسلیت عرض میکنم 44مین سالگرد شهید بزرگ، عالم فرزانه، مجاهد خستگی ناپذیر مرحوم آیت الله شیخ محمد سلطان ترکستانی، بنیانگذار این مرکز که الحق و الانصاف هر لحظه ای باید به یاد اون سفر کرده و اون عاشق روشنی و بیداری باشیم. من زیاد فرصت نیست، بازماندگان این بزرگوار در اینجا و در شهرهای دیگر هستند، همه بزرگانی که در اینجا هستند یادشون میآید که این شخصیت چقدر تلاش کرد. مرحوم آیت الله ترکستانی، کوتاه عرض میکنم، حدود 22 سال در نجف اشرف بعد از اون که از افغانستان سفر کرد تلمذ کرد، از مراجع بزرگ، از شخصیت‌های بزرگ اونجا استفاده برد. شاگرد مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی بود، شاگرد و معتمد مرجع بزرگ حضرت آیت الله سید محسن حکیم، و همینطور از شاگردان ممتاز و فاضل بزرگ شخصیت ما در تاریخ حوزه ها حضرت آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه بود. این شخصیت که مورد لطف و توجه بزرگان بود، بعد از اون که به مدارج بالا رسید، به مرحله اجتهاد رسید، 22 سال در نجف با مدیریت و با تلاش و با سعی بلیغ به مدارج بالا رسید، اونجا مدیریت بعضی از مراکز داشت، مدیریت مدرسه علمیه و حسینیه حاج عباس رهوایی را در نجف به ایشان سپرده بودند، با پیشنهاد مراجع زمان و با همت خودشان از نجف اشرف در سال 1338 با کولبار از علم و تجربه و اخلاص و پاکی به افغانستان برگشت. ایشان در جای جای کشور خدمات انجام داده، من زیاد وقت ندارم، مخصوصا در شهر مزار شریف. شرایط اون زمان با الان قابل مقایسه نیست. امروز هم پیروان اهل بیت مظلومه، هنوز حقیقت شیعه را خیلی ها نشناختن. شیعه یعنی کسانی که پا به پا، لحظه به لحظه از اهل بیت پیغمبر پیروی میکنن، از 12 امام معصوم، از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. شیعه معتقد به منتظر است. البته در هفته گذشته من عرض کردم همه مسلمان ها معتقدند، اما آدرس شیعه بسیار روشن است، دقیق. ایشان یکی از بزرگترین خدمات را که کرد با حضورشان، با برگشتشان از حوزه علمیه نجف در معرفی تشیع گام های بلند برداشتن. او زمان در کشور ما مردم اذان که پیروان اهل بیت میدهند، البته اذان همه مسلمان ها یک اذان است، منتها خب ما در اذانمان از ولایت امیرالمومنین یاد میکنیم. این بزرگوار در این شهر بنیانگذار این مقوله بود. مساجد و مراکز را واقعا حمایت کردند. ایشان یکی از بزرگترین خدماتشان با یارانشان با مؤمنین، یقینا در جوامع و در کشورها در کنار علما، مردم بازوهای ستبر و شکست ناپذیری هستند که دین، علما و دیانت را یاری میکنند. این زمین را خیرین اون زمان همکاری کردند، در اختیار ایشان گذاشتند و این مرکز
ساخته شد و راه اندازی شد. اینجا الحق و الانصاف یکی از آدرس های اسلام در افغانستان است. من از آغاز نوجوانی که در این شهر رفت و آمد داشتم این پایگاه را فعال می دیدم و امروز الحمدلله شاهد شکوفایی بیشتر این مرکز هستیم. این از برکات اون شهید والا مقام است. علی کل حال این شهید بزرگوار در شهرهای مختلف افغانستان برنامه ها داشتن، ساختن مسجد در گذر سدوکان که اولین بار از اونجا برنامه ها شروع شد، ساختن حسینیه در منطقه یلمرب، ساختن مدرسه علمیه در چارکن در دالان، ساختن مدرسه علمیه در آقچشمه ولایت سمنگان، ساختن مدرسه علمیه در قریه گل محمد همون ولایت سمنگان و پایه‌گذاری مدرسه علمیه در قریه جنگلباشی ولایت قندوز که الان الحمدلله تبدیل شده به یک مرکز فعال آموزشی. علی کل حال این شهید و این عالم بزرگوار به گردن جامعه ما حق فراوان دارد و مع الاسف 44 سال قبل به خاطر ترس دشمنان اسلام از این سنگربان عزت و آزادی کشور و وحشتی که از بیان و شجاعت و خلاصه درایت او داشتن، ایشان و جمعی از بزرگان ما را کمونیست های ضعیف و در واقع غاصب حقوق جامعه اسلامی و خیانتگران و خیانتکاران به جامعه افغانستان، این شهید و یارانش را بردن و زندان کردن و از اون لحظه به بعد ما سراغ نداریم و یقین داریم که اینها را به شهادت رسوندن. در آستانه 44مین سال شهادت ایشان هستیم. به روح بلند اون شهید و یارانش از همین مرکز که آدرس و یادگار اون بزرگوار است طلب رحمت و رضوان الهی و علو مقام داریم. برای شادی روحش و یارانش صلوات جلی مرحمت بفرمایید. مسئله دوم، مسئله عید نوروز است که در آستانه نوروز قرار داریم. من همینجا عرض کنم ما نوروز را یک عید مذهبی نمیدانیم، یک عید شرعی نمیدانیم، اگرچه در قرآن مسئله عید بسیار با ابعاد جامع مطرح شده. قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية من وارزقنا وأنت خير الرازقين. سوره مبارکه مائده آیه 114. عیسی ابن مریم گفت بار خدایا ای پروردگار ما برای ما مائده از آسمان بفرست. مائده غذا، غذای آماده. یک سوره هم داریم به نام سوره مائده. تا برای ما و آنان که بعد از ما می آیند عیدی و نشانی از تو باشد و ما را روزی ده که تو بهترین روزی دهندگانی. ما از روایات استفاده میکنیم هر روزی که در او گناه نباشد اون روز عید است. حتی اگر در روز عید سعید فطر، در روز سعید عید سعید اضحی، عید قربان، اگر کسی روزه نگرفته، با شیطان مبارزه نکرده، او بیایه گپ از عید بزنه، در عمل او عید نداره. علی علیه السلام فرمود فی بعض الایاد انما هو عید، این عید مال کسیه که قبل الله صیامه و شکر قیامه، خداوند روزش قبول کرده، نمازش قبول کرده، و هر روزی که در او خدا معصیت نشود فهو عید. اینقدر نباید زیق فکر کنیم. حضرت فرمود هر روزی که در اون گناه نباشد اون عید است. بله اگر در روز گناه باشد اون روز عید نیست. اگر نوروز آمیخته با گناه باشد
این یقینا باطل است. اما اگر در نوروز ما لباس نو بپوشیم چه اشکال داره؟ آیا پوشیدن لباس نو این شرکه؟ نمیشه هر کسی حرف گفت ما بگیم چشم. بیایید استدلال. آیا خانه برادر رفتن در نوروز یا غیر نوروز کجاش مشکل داره؟ آیا احوال پرسی از پدر و مادر و برادر گناه است؟ امروز اینطوری نیست که هر کس یک روایتی را به ما بخونه بگیم چشم. ما روایت بر قرآن عرضه میکنیم. تاریخ می نویسد امام صادق فرمود از امام کاظم علیه الصلاه و السلام ان المنصور تقدم الى موسی بن جعفر. می دانین هفتمین امام ما حضرت کاظم علیه الصلاه و السلام است. نقل شده که منصور دوانقی از موسی بن جعفر تقاضا کرد که در روز نوروز در خانه بنشیند تا مردم برای تبریک گویی پیش ایشان روند، برن بگن آقا مبارک باشه و هدایایی را برایش میبرن، نیز بپذیرد، برای کادو بیارن، فوقات بیارن. امام فرمود من در اخبار جدم پیامبر جستجو کردم اما برای امروز خبری پیدا نکردم. فرمود که از نظر ما نوروز عیدی مذهبی نیست. در روایات پیغمبر برای نوروز خلاصه به عنوان یک عید مذهبی روایت نداریم. فرمود نوروز سنت ایرانیان است. فرمود پناه به خدا میبرم از این که چیزی را زنده کنم که اسلام از بین برده است. منصور گفت ما این کار را فقط برای خاطر نظامیان میکنیم. آقا ما به عنوان عیدی مذهبی که این را برگزار نمیکنیم، برای که نظامی ها باشه. خواهش کرد از حضرت شما هم بشینین. بنابراین تو را به خدای بزرگ سوگند میدم که جلوس کنی. حضرت فرمود که ما عید مذهبی نمیدانیم، نشستن غذا خوردن از همدیگه خبر گرفتن، اگر شما از ما بخواید ما اینجا شرکت کنیم مشکلی نیست. بعضی وقتا اینها به آدرس های خلاصه استمساک میشه که ادهی اینها را تجلیل میکنن به خاطر که خلاصه حضرت عثمان از دنیا رفته و خلافت به حضرت علی منتقل شده. اینها کذب است، ما به اینها معتقد نیستیم. ما نوروز را یک دین یک عید مذهبی نمیدانیم. هر روزی که در او گناه شود او را معصیت شود قبول نداریم، اما لباس نو پوشیدن به خانه هم دیگر رفتن مشکلی ندارد. این مسئله را خواستم واضح بکنم. ما نیاز به مسائل مهم و حیاتی داریم. مسئله دوم یا سومی را که مطرح میکنم، متاسفانه روز جمعه که با هم بودیم فردا یعنی بیستم همین برج باز حادثه دلخراشی در شهرمان به وقوع پیوخت. تعدادی از عزیزانمان شهید شد و تعداد زیادی مجروح شد، مخصوصا خبرنگاران اهل رسانه که واقعا اظهار تأسف و تأثر میکنم. امیدوارم که با همدلی و با انشالله همسویی این حوادث هم از جریانهایی که این برنامه ها را مدیریت میکنن و هم از جانب حکومت همدلی که بین مسئولین و مردم است انشالله این قضایا مدیریت شود و به شدت انشاءالله کاهش پیدا بکند. مسئله دیگر، شماری از اعضای پارلمان بریتانیا از جامعه جهانی میخواهند با امارت اسلامی درباره بازگشایی مکتبهای دختران در افغانستان گفتگو کنند. عضو پارلمان اینها گفتند 850 هزار دختر از سوی بعد از آمدن امارت اسلامی از رفتن به مکتب منع شده. ما همیشه اون چرا که صلاح بدانیم پیشنهاد میکنیم و
بر خودمان لازم میدانیم هر چی مصلحت جامعه اسلامی است او را دنبال بکنیم. و همینطور کارشناسان آگاهان گفتن اگر مکاتب دختران باز شود زمینه بر رسمیت شناختن امارت اسلامی فراهم می شود، کمک های انکشافی و کمک های جهانی به مردم افغانستان از نو شروع خواهد شد. ما خواسته بر حق که هم حقوق دختران ما هست، دیگه فرق نداره ما بین پسر و دختر بر اساس فرمایش پیغمبر فرق قائل نیستیم. اینطوری نیست که بگیم زنها خودشان حقشان را مطالبه کنند. دختران ما مثل پسران ما هست، بهتر از پسران ما هست. ما تقاضا میکنیم مسئولین این قضیه را انشالله پیگیری کنند و با شروع سال جدید ما شاهد حضور دخترانمان در مکاتب باشیم. و از همه به عنوان یک خواسته ای که جدیدم نیست، من در رژیم گذشتم مکرر از همینجا صحبت کردم، گفتم مکاتب نباید مختلط باشه، کورس ها نباید مختلط باشه. از همه تقاضا میکنیم زمینه انشالله آموزش و یادگیری را با رعایت اصول اسلامی، مقررات اسلامی انشالله فراهم کنم. اینم مطلب که عرض کردم. آخرین مطلب، حالا اگر طولانی هم میشه شما حوصله کنید، بسیار خبر جالب است. دو تا مطلب مونده، اجازه بدین من عرض کنم این مطالب را. در هفته گذشته در روز شنبه آقای رئیس سازمان ملل و مناسبت روز جهانی با اسلام حراسی، میدونین یک کاری را غربی ها دشمنان اسلام را انداختن، هر کاری میشه میگه این اسلام است که مردم اینجوری تربیت کرده. آقا انفجار، ترور، قتل، همه را با اسلام نسبت میدن. ظلم به زن، نمیدونم آزادی، یک مقوله شده به نام اسلام حراسی. خیلی در کشورهای خراسان غربی سری مقوله کار میکنن. یک جلسه ای روز شنبه 20 همین برج 12 به میزبانی مجمع عمومی سازمان ملل به مناسبت روز جهانی مبارزه با اسلام حراسی برگزار کردن که دبیر کل سازمان ملل یک آیه قرآن مطرح کرد از سوره مبارکه براءت، ششمین آیه قرآن. من قبل از اونه که این آیه را توضیح بدم، خبر بسیار مهمیه، امیدواری است انشاءالله. قبلش توضیح بدم که سوره مبارکه براءت نهمین سوره قرآن است، 129 آیه داره. اتفاقا هر آیه یک بحث بسیار بزرگ اجتماعی را دنبال میکنه. مثلا در این آیه در اولش در این سوره که بدون بسم الله هم شروع شده خبر داریم، میفرماید براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین. اعلان بیزاری و عدم تعهد است از طرف خدا و پیامبرش نسبت به آن مشرکانی که با ایشان پیمان بسته اید. خب قبل از او مشرکین هم میآمدن مکه، مسلمان هم میآمدن. آیه سوره براءت که نازل شد، پیغمبر خلاصه دستور داد برید این سوره را بخوانید، دیگه کس حق نداره غیر مسلمان وارد مکه بشه، وارد خانه خدا بشه. و همینطوری هم شد. آیه بسیار جالب است. در یکی از آیات این سوره مسئله مسجد ذرا را مطرح کرده. خیلی نکته جالب است. آیه 107 108 109 دقت کنید، امروز باید جامعه اسلامی به این مطالب توجه بکنه. میفرماید والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله و رسوله من قبل. آنانی که مسجد را اختیار کردن که مایه زیان و کفر، مسجد درست کردن که خداوند در این سوره میگه این مسجد باعث میشه مردم کافر بشه، بین مؤمنین پراکندگی به وجود بیاید، همین مسجد
کمینگاه است برای کسانی که قبلا با خدا و پیامبر به جنگ برخواسته بودند. خداوند به پیغمبر می‌فرماید به این مسجد نماز نخوان. امروز باید جوامع اسلامی زرنگ باشه. مسجدا اینطوری نیست هر کس مسجد ساخت ما بگیم چشم. باید مسجد اساسی باشه. این سوره مطالب بسیار جالبی داره. آقای رئیس سازمان دبیر کل سازمان ملل، خیلی جالبه، در روز جهانی مبارزه با اسلام حراسی آیه 6 سوره خلاصه توبه را خوان. این آیه گفت که و این احد من المشرکین، البته آیه را خوان، من المشرکین استجارک فاجر حتی یسمع کلام الله. خدا را گواه میگیرم چندین بار در نماز جمعه آیه را خوندم و در رژیم گذشتم گفتم ما مسلمان ها باید کار بکنیم، غیر مسلمان وقتی میاد داخل کشور اسلامی قرآن بهش بفهمانیم، وقتی برمیگرده به کشورش نکشیم، نابودش نکنیم. قرآن که یاد گرفت برگرده به کشورش بگه بابا اسلام یه چیزی دیگه است. مسجد منفجر کردن، مجلس منفجر کردن کار مسلمان نیست. قرآن میگوید اگر یکی از کفار آمد به تو پناه آورد، پناه بده حتی یسمع کلام الله، او حرف خدا را بشنود. ثم ابلغ و مأمنه، بعد او را به جای امن برسان. چرا؟ به انهم قوم لا یفقهون. آقای دبیر کل گفت که زمانی که کمیسیر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بودم، دقت کنین، گفت سخاوت کشورهای اسلامی را دیدم که درهای خود را بر روی پناهندگان باز کردند، در حالی که بسیاری از کشورها مرزهای خود را بر روی این افراد بسته بود. آقای رئیس سازمان ملل میگه که کشور اسلامی درش بر روی مردم باز است، مسلمان و غیر مسلمان. آقای گوترش گفت که تنها چند روز با ماه رمضان فاصله داریم، بیش از 1000 سال است که پیام صلح و همدردی و شفقت اسلام الهام بخش مردم سراسر جهان است. ریشه کلمه اسلام از سلام یعنی صلح گرفته شده. چرا شما اسلام را به عنوان یک ترس به کشورها معرفی میکنید؟ این رئیس سازمان ملل میگه، دبیر کل میگه. گفت که مسئله خیره کننده در رابطه با اصل حمایت از پناهندگان است که قرنها پیش از امضای کنوانسیون امور پناهندگان، این کنوانسیون حدود 73 سال قبل تأسیس شده، پایه‌گذاری شده. خود آقای دبیر کل سازمان ملل میگه اسلام هزاران سال قبل به این مسئله توجه کرده، حتی پناهنده غیر مسلمان. متاسفانه امروز یک عده با خشونت، با سختگیری، با تنگ نظری اسلام کشیگونه معرفی کرده. اینا شده آب که به آسیاب دشمن ریخته می شود. ما به انتظار اون روز هستیم که انشالله همه جهان از این حقیقت اسلام بهرمند شوند. ما اگر بحث انتظار را مطرح می کنیم، یک آقایی می آید اسلام حقیقی را به گوش همه مردم میرساند. کار به جایی رسید که روزنامه نگار عربستانی نوشت آنها میخواستند اسلام را تعریف کنند و تروریسم را به آن بچسبانند. اکنون سازمان ملل میگوید اسلام دین رحمت و همزیستی است. دبیر کل سازمان ملل به آیه قرآن استناد میکند و آن را تشریح میکند و میگوید که اسلام این است. یقین دارند که اسلام همون صلح هست. و امید روزی که جهان اسلام در این مسیر حرکت کنند، نزدیک شدن کشورهای اسلامی را گامی در این مسیر می دانیم. ما از همین جا این احساس را به دنیا، به همه کشورهای اسلامی منتقل میکنیم. ما همه نمازهای جمعه را احترام میکنیم. ما همه مساجد اسلامی
غیر از اون مساجده که صهیونیست‌ها اونها را رهبری و حمایت میکنن، همه را خانه مشترک ما میدانیم. ما منافع همه کشورهای اسلامی، همه شهرهای کشورهای اسلامی و شهرهای افغانستان را منفعت خودمان میدانیم. فرصت کم و مسئولیت خطیر. لازم به گفتن در آستانه ماه رمضانیم، جمعه آخر ماه شعبان است. هفته آینده قبل از جمعه انشاءالله ماه رمضان آغاز می شود. من خیلی کوتاه تذکر بدهم، روزهای آخر باید جبران کنیم کوتاهی هایی که در ماه شعبان داشتیم. اگر غفلتی داشتیم، اگر برنامه هامون ضعیف بود، انشاءالله آماده شیم برای مهمانی. وقتی میخواییم خانه عزیزی که دعوت شدیم برویم، به مجلس برویم، خودمون آماده میکنیم. خدایا ما را برای ورود در مهمانی بزرگ یاری فرما. خدایا دلهای ما را از کینه ها خالی بگردان. خدایا فکرهای ما را نورانی بگردان. پروردگارا ما را شایسته ورود به اون مهمانی بزرگت قرار بده. یک شخصی است به نام عبدالسلام ابن صالح هروی، همون شخصیت معروف اباسل، میگوید من روزهای آخر ماه شعبان رفتم خدمت امام رضا علیه السلام. حضرت فرمود که آخرین جمعه شعبان پشت سر گذاشتی؟ گفتم بله آقا. حضرت فرمود که از این جمعه تا روز ماه رمضان از چقدر مانده گذشته ها را تدارک بکن. فرمود که دنبال کارهای باش که برات میمانه، کارهای ماندگار، اونس با قرآن، توبه کردن، کمک کردن، کینه ها را از دل بیرون کردن، امانت ها را به صاحبانشون برگردوندن. حضرت فرمود دنبال اینا باش، چیزایی که میگذره از اونا بگذر. فرمود که با توبه آماده ورود به مهمانی خداوند شو. فرمود هر بدیهی و امانتی که به گردن داری اونا را ادا بکن. فرمود کینه کسی به قلبت نباشه. یکی از بهترین اخلاق ها اینه که انسان کینه کسی را نداشته باشه، قلبش پاک و صاف باشه. بعد فرمود دنبال تقوا باش، دنبال توکل باش، هم در خلوت و هم در بین جامعه. فرمود این دعا را زیاد بخوان. من به نیابت از همه تان میخوانم انشاءالله این دعا را پیدا کنین و بخوانین. اللهم ان لم تکن قد غفرت لنا فی ما مضا من شعبان. خدایا اگر در روزهای گذشته ماه شعبان ما توفیق پیدا نکردیم ما را بیامرزی، فاغفر لنا فی ما بقی من. خدایا در این روزهای باقی مانده ماه شعبان ما را بیامرز. حضرت فرمود این دعا را بخوان. خداوند در آستانه ماه رمضان خیلی گردنها را از آتش جهنم آزاد میکنه. انشاءالله ما از اونهایی باشیم که با آزادی از جهنم وارد ماه رمضان شویم و با استفاده از ماه رمضان به این خواسته بزرگ و اساسی و بنیادی برسیم. خدایا فرج امام زمان ما برسان. آمین. امنیت کامل نصیب کشور ما بگردان. آمین. خدایا دستهای نفاق، دستهای توطئه و تجاوز از سر مسلمین کوتاه گردان. آمین. گامهامون در مسیر اصلاح خودمان و آبادی کشورمان استوارتر بگردان. آمین. عزیزان که با حضورشان نماز جمعه این سنگر عزت و بیداری و همدلی را خدایا حمایت میکنم، عزت دنیا و آخرت عنایت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.